واقعیت کار باید مشخص باشه. چی؟ ببینید واقعیت، نوع نحوه کار، شرایط یک دستگاه فلزی یا معدنی یا رادار زمینی دستی در اینه که الان بتونه طلا و فلزات رو به خصوص طلا رو در عمق بگیره تا کارش مورد تایید باشه. حالا میخواد نوع آنتنی باشه یا تصویری باشه. بعضی از این فوزلا که برد مونتاژ میکنن یا دستگاه مگنوم تستا یونیاب میسازن، اومدن یه علم جدیدی رو دوباره از خودشون در دادن. میگن یه دستگاهی که طلای جدید رو میگیره طلای قدیمی رو نمیگیره. دقیقا مثل این مونه که بگی یه دونه فلزیابی که الان میتونه یه لوله آب همین الان از کارخونه اومده بیرونه رو میتونه بگیره، مال اون 30 40 50 60 سال پیش یا 20 سال 30 سال پیشو نمیتونه بگیره. خب مگه میشه نگیره؟ چرا لوله های آب خیابون رو ببرید یه دستگاه پالسی میگیره، بی ال اف میگیره، فرکانسی میگیره، تصویریش میگیره. خب میگیره، چه جدیده چه قدیمه، خب اون لوله هم قدیمیه دیگه. یا مثل اینمونه که بگه یه رادار یه هواپیمایی که امسال ساخته شده میگیره، مال 20 سال پیش ساخته شده باشه نمیگیره. حالا چون حرفشون تو این که میان میگن دستگاه ما طلای قدیمی میگیره، جدیدو نمیگیره، کس رو بردن نمیتونن تست کنن، خودشونو توجیه میکنن، میان این داستانا رو میگن. میگن دستگاه فرکانسی طلای جدید رو میگیره، قدیمی رو نمیگیره. یعنی از نظر یا خودشون رو زدن به اون را، یا نظر علمی و فنی انقدر در سطح پایینن که هنوز نمیدونن فرکانس در طلا به چه شکل میگیره، به چه شکل پدید میاد. شما نمیخواد دستگاه فرکانسی رو زیر سوال ببری، بیا اصلا یاد بگیر ببین خود فرکانس در طلا چیه و دستگاه فرکانسی در نوع لک سرنگیش، در تصویریش یا در نوع آنتنیش بنابر چه قانونی داره کار میکنه و در تفکیک رنگش چجوری کار میکنه. خب این فرکانس این دستگاه است که خب میره میگیره و عمل میکنه و عملش مشخصه، ولی چون دستگاهشون طلا رو نمیگیره، یه توجیه جدید خالی بندی از روی مغز اون کوچیک خودشون پیاده کردن. اول ببین که اصلا خود جریان طلا چی هست، طلا چه قدیمیش، چه جدیدش، مولکول داره، مولکولش خورد نمیشه، متلاشی نمیشه، پوسیده نمیشه، از بین نمیره و تحت فشار جریان مغناطیسی یا جریان نیروهای مغناطیسی یا نیرویی که بتونه اون رو از بین ببره قرار نمیگیره. خود طلا ذاتش به صورتیه که پوسیده نمیشه و چون پوسیده نمیشه دارای انرژی بیشتری میشه. چه طلای قدیمی، چه طلای جدید، همشون مولکول دارن، همشون چرخش الکترونی داره. خب شما در معدن که هزاران سال طلا در اون قرار داشته، یه دستگاه فلزیاب فرکانسی رو ببر ببین میره اون طلا رو میگیره. خب اون که هزاران سال اون زیر بوده، ولی اون مگنوم تستا یونیابی که شما میگی طلای قدیمی رو میگیره، بگیر ببینم میتونه اون طلا قدیمی رو بگیره، نمیگیره. حالا بحث سر اینه که خود طلا جریان انرژیش و چرخش الکترونیش در اصل پدیده حرکت الکترون ها انرژی رو ایجاد میکنه، انرژی دما یا حرارت خاص خودشو داره، از اول الامر دنیا تا الان همین بوده و اون انرژی تشعشع ایجاد میکنه، یعنی در از فرکانس رو ایجاد میکنه. وقتی میگی یه دستگاه فرکانسی طلا رو نمیگیره، اومدی همه علوم رو بردی زیر سوال برای اینکه بخوای دستگاه به درد نخور خودتونو بفروشی. چرخش های الکترونی نیرو ایجاد میکنن، انرژی ایجاد میکنن و فرکانس ایجاد میکنن و اینا همه دانشمندان در طول تاریخ اثبات کردن که میدان الکتریکی با بار مثبت داره طلا. بعد این آقایون میان واسه خودشون میگن یه دستگاه فرکانسی که طلای جدید رو میگیره طلای قدیمی رو نمیگیره، یعنی طلای قدیمی اصلا مولکول نداره، چرخش الکترونی نداره. این سوال پیش میاد که این علم از کجا آوردی بابا؟ اون دستگاهی که تو میسازی، مونتاژ میکنی، تولید میکنی نمیگیره دیگه. این جواب سوالته، نمیگیره. پس نه یا داستان برای مردم تعریف کن. وقتی نمیدونی انرژی، حرارت، جریان، نیرو، چرخش الکترونی چیه و خودش میتونه میدانهایی رو ایجاد کنه که عمل کرد داشته باشه، شما میای جدول مندلیوف هم زیر سوال میبری، میای همه علم و زیر سوال میبری که اون دستگاهی که مال خودت طلای نمیگیره میگی طلای قدیمی رو میگیره، توجیه کن، توجیه نکن. ببینید طلا عملکرد جریان، نه طلا، هر منبعی در چرخش الکترونیش انرژی ایجاد میکنه و اون انرژی در از حرارت، مادون قرمز و تشعشع رو پدید میاره و این میشه فرکانس و از فرکانسه که میدانهای الکتریکی پدید میاد و از فشار میدانهای الکتریکیه که میدان مغناطیسی پدید میاد. اینو خب همه دانشمندا، علما، محققین همه میدونن و گفتن. پس نیان اینو بگید
چون چنین چیزی از نظر علمی رد شده است و خود طلا دارای فرکانسه. وقتی یک دستگاه فرکانسی فرکانس رو ارسال میکنه، انتشار میده، میره با جریان برخوردیش که با اون طلا داره یک تقویت میدان الکتریک یا ترکیب میدان الکتریک با افزایش ظرفیت ایجاد میشه و پاسخ میده اون بازتاب طلا، چون طلا جذب میکنه و دوباره اون رو بازتاب میده با سرعتی بسیار بالا. این اصل کارش که حالا قانون استاتیک و الکتروستاتیک و قانون نوع فلزات در جدول مندلیف این همه اثبات شده است دیگه، نیاز نیست آقایون بگن دستگاهی که طلای جدید رو میگیره قدیمی رو نمیگیره. یه مقداری سعی کنید برید یه دستگاهی بسازید که حداقل طلا رو تو نیم متریه بگیره. نگید که طلای قدیمی اون دستگاهی که میگیره خوبه، نه، اگه قرار بود خوب بود باید طلای جدید رو میگرفت، کارش رو طرف یاد میگرفت، با نحوه عملیاتش آشنا میشد و کیفیت کار به دستش میومد. اگرم واقعا نمیدونید این چیزها رو، که اطلاعات فنی علمیتون در حد یه بچه 2-3 ساله است دیگه، چون بچه 2-3 ساله هم نمیدونه. ولی اگه میخواین دیگران رو توجیه کنید، این توجیه درستی نیست، چون این بحث علمیه. نوع فرکانس ها در جریان حرکت الکترون ها یا نوترون پروتون به دور هسته اتم یک طلا خودش به ترتیب در طبقات ایجاد کننده فرکانس و خود طلا هم فرکانس داره، چه جدیده چه قدیمش، و میدان الکتریک هم داره، وگرنه میپوسید نابود میشد از بین میرن. تازه اونا هم که میپوسن از بین میرن، اونا هم با چرخش الکترونی به میزان خودشون، توان خودشون در حد مغناطیس خودشون دارن، ولی طلا مغناطیسی نمیشه و این به خاطر بار الکتریکی مثبتش و الکترون های جفتشه.